سلام بدیم از راه دور و نزدیک، مهم اینه میشنوه والا مردم. ما روزی تمام سالمون روز در میون میگیریم از تو سقم. انقدر دست همه رو گرفته، انقدر حاجت داد زائرارو. الان شاید مریضایی که رو تختای بیمارستانان حالشون بده میگه آه چه دل خوشی داری فلانی، ظاهر داری، میگه ما کجا بریم حالمون خوب نیست. پرستار نمیتونه بیاد، پزشک نمیتونه بیاد، جهادی هایی که دارن کار میکنن نمیتونن بیاد، خیلی از مردم ما نمیتونن بیاد، روستایی نمیتونه بیاد. از کدوم ظاهرت میزنی پس؟ بشنوید. انقدر دست همه رو گرفته، انقدر حاجت داد ظاهرار، اون پا نداشته بیاد آقا رفته، شفا داده مریضای شما. یه دونه یا امام رضا بگید، یا امام رضا، یا امام رضا، یه دونه یا امام رضا بگیم. به خدا صداتون داریم میاد، بگین یا امام رضا، یا امام رضا، یه دونه یا امام رضا بگیم، اسممونو بنویسیم از راه دور. میشه یه کاری کرد که آقا بیاد، درست مثل سلمونی نشابون. مگه چی بود داستان سلمونی؟ همه میدونن ولی اینقدر شیرینه هر شب هم میگیم خوشمزه. امام رضا رسید به نیشابور، قبرشون برم، همه مردم ریختن بیرون. سلمونیه بچه هاشو با عشق امام رضا بزرگ کرده. ببین عشق چیکار میکنه، این که میگه پدر و مادرم فدات، یهو بچه هاش گفتم بابا ما رفتیم امام رضا رو ببینیم. من چی؟ من پا ندارم دیگه، حالا ما رفتیم. به امامش برسه همه چی یادش میره، اما امام که یادش نمیره، همه رفتن. یه گوشه اتاق نگاه کرد گفت آقا دست دست نکنه. یه موقع هم اومدی شهر ما، من پا ندارم بیام استقبالت. یه وقتی دارن در میزنن روی زانو، خودشو رسون دم در، بلند شدید کلون در و کنار زد، وا کردید به به، آفتاب عالم اومد جلو در خونش. اصلا از وصفی کش دیگه، آدم تو بشر نیست به این زیبایی دیگه. اثر نگاه امام رضا، اثر صورت امام رضا. گفت آقا جان
لای قبونت برن، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. آقای امام رضا خم شد زیر بغلش و گره بلندش کرد. به برکت امام رضا بلند شد، اومد نشست کنار سلمانیه، پیر شده بود، اومد بهش سر زد. امام رضا قربونش برم. آقای امام رضا بهش فرمود ببینم فلانی میتونه یه مقداری قیچی به محاسن من به موهای من بزنی؟ آقا جان دست دو چشمم که کار میکنه، شما هم به من توان دادی، الهی فداتون بشم. چشم شروع کرد با وسواس، هی لفتش داد به قول خودمون. این قربونه اون موهایی برم که از دمپر قیچی میریخت. حال که تموم شد، آقا امام رضا علیه الصلاه و السلام یه دستی کشید روی این سنگ مسقلش که باش قیچی تیز میکرد. سنگ طلا شد. عرض کرد آقا جان سنگ طلا میخوام چیکار؟ دلمو طلا کنم. دوباره سنگ به حالت اول برگشت. عرض کرد آقا جان فقط من یه خواهش دارم، من از دنیا میرم میگن خیلی سخته، شما بیا بالا سرم. وعده کرد یکی از جایی که امام رضا فرمونده هر کسی من زیارت کنه، هر کسی من زیارت کنه، یکی از جایی که به دادش میرسم همون لحظه است. جایی همه نشسته بودن، وقتی دیدن امام رضا علیه الصلاه و السلام رفتن پشت پرده، اومدن دنبال امام رضا. نیست آقا. بعد از ساعتی برگشتن، آقا کجا رفتی؟ فرمودون پیر مرد سلمانی داشت از دنیا میرفت، رفتم سرشو به دامن. فکر نکن حال ما خیلی خوبه. آی زایرا، اونا که با دلتون زیارت اومدی، مردم اونا که پای گیرنده هاتون دارین گریه میکنن، فکر نکنی حال ما خیلی خوبه. مشهد به هم ریخت، خدا گواه، ظاهر نباشه دل ما میگیره. عمر ای روزم ولی کوتاه، از قولت خادما دارم میگم، ما نایب و زیار هستیم اینجا، میایم حرم جای تمام زوار، درست میشه بازم میای به پابوس. قصه نخور دلتنگی تو نگه دار، تو این حرم از همه جای دنیا میان خواهر برادرای تری، کرد و لور و آذری و گیلکی، کرمونی و تهرونی و مازنی، عرب میاد، عجم میاد، بلوچ میاد، از همه عالم میاد. پر میشه باز این حرم از جمعیت، دوباره کفترا و نظر دونه،
به نیت شفا میایم لبا رو تر میکنیم از آب سق و خونه. بیایم الان قسم بدیم با گریه جون جوادش سامن الحجج رو تا واسطه بشه که شاید امسال همه ببینیم جمعه فرج رو. تو خونه نشستی دلت حسرت امام رضا داره، به خدا قسم بیشتر به توجه میکنم. الان خادم ها میگن وقتی ظاهر نباشه خادم نیست، همینطوریه دیگه. الان هتل ها همینطوریه، هتل هم اینطوریه، وقتی مهمون نمیاد کارمندش میفرست مرخصی، اون کارمندش بود مهمون خدمت کنه. امام رضا خادم هایی که داره برا ظاهرش داره. اگر نه خادم خود امام رضا که خود جبرائیله، دلمون برای ظاهرات تنگ شده، ظاهرهای باصفا و بیریا.